اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جانگداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زورآزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. با درود خدمت شما عزیزان بینندگان برنامه تلویزیون شادی، برنامه جدیدی داریم به اسم دلنواز که تشویق میکنم ببینید و نظراتتون رو به ما بگید. همینطور منتظر هستیم که از شما شعرها و نثرهای زیبایی که مینویسید از طریق تلفن 818-699-1615 بتونیم دریافت کنیم. عزیزان، قوت عیسی مسیح با شما باشه، قلبتون پر از شادی باشه، لباتون همیشه بخنده، تمامی وجودتون سرشار از عشق خداوند باشه، چون مطمئن هستم اگه اینطوری باشه، اون موقع زندگی با خنده گر جاری شود، نور شادی گر به چشمانت رود، می رود غم از درون سینه ات، محو خواهد شد به خنده کینه ات. بی خبر باش و بخند و شاد باش، راضی از هر چه خدایت داد باش. مطمئن باش اگه در لحظه زندگی کنی، اگه راضی باشی به اون چه که خدا داده، مطمئن باش شادی تمامی وجودت رو میگیره و میتونی این شادی رو منتقل کنی. فکر نکن که فقط شعر رو واسط خوندم، کلام خدا هم همینو میگه. اگه بری تو تثنیه 12:7 رو نگاه کنی، میگه شما و اهل خونه شما در هر شغل دست خود که یهوه خدای شما شما رو در اون برکت میده شادی نمایید. و یا توی امثال میبینید دل شادمان چهره رو زینت میده، چون شادی از درونه عزیزم. خوشی رو منتظر هستی، ولی شادی از درونت باید بیاد بیرون، اینه که صورتت با شادی زیباتر دیده میشه. به خداوند اعتماد کن، چون گاهی بهترین ها رو بعد از تلخ ترین ها بهت میده، تا قدر زیباترین چیزهایی رو که به دست آوردی بدونی. و مطمئن باش که اگه اعتمادت به خدا باشه، حتماً به اون چیزی که میخوای با صبر و تحمل میرسی. چون مطمئن باش اگه اعتماد به خدا داشته باشی و اگه توکلت خداوند باشه، اون موقع فقط اگه توی مشکل باشی به راه حل تمرکز میکنی. اما افراد عادی چیکار میکنن؟ فقط روی مشکل و کسی که باعث مشکل شده تمرکز میکنن. پس بیایم خودمون رو با جمله تا قسمت چی باشه گول نزنیم. قسمت اراده من و توست با توکل و قوت خداوند. مطمئن باشید که با قوت خداوند میتونی هر کاری رو بکنی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. مطمئن باش اگه این طور باشه، اگه عشق خداوند باشه، در تمامی لحظات عمرت این احساس مردونگی توی وجودت هست، این احساس غیرت هست نسبت به دیگران. چون اگه این طور نباشه، میدونی اون موقع چی میشه؟ میشه وقتی حصار قربت من تنگ میشود، هر لحظه بین عقل و دلم جنگ میشود. از بس فرار کرده ام از خیش خیشتن، گاهی دلم برای خودم تنگ میشود. مطمئن باشین اون موقع حتی دلتنگ خودتون میشین، چون دیگه خودتونم برای خودتون غریبه هستین. و باید چیکار کنین؟ بهتون میگم. در نوبتی دوباره دلت را مرور کن، از غم به هر بهانه ممکن عبور کن. گیرم تمام راه تو مسدود شد، بگرد یک آسمان تازه و یک جاده جور کن.
و این آسمان تازه هیچ چیزی نیست بجز آسمانی که به سمت خداوند میره، بجز راهی که خداوند برای ما فراهم کرده. چون مطمئن باش وقتی قلبت با خدا باشه، اون موقع میگی عشقی دارم پاکتر از آب زلال، این باختن عشق مرا هست حلال. عشق دیگران بگردد از حال به حال، عشق من و معشوق مرا نیست زوال. چون تمام عشقای دنیایی تاریخ انقضا داره، تموم میشه، ولی فقط عشق خداونده که فناناپذیره. و اون موقع هستش که میتونی هر جا بری بگی خوش خبر می آیم، ای غم از دلم پرواز کن، خرمنی گل را به دامن میکشم، ره باز کن. هر جا بری مطمئن باش شادی و قوت رو با خودت میبری و میتونی به شکست دلان این خبر خوش رو بدی که خداوند کنارتون هست. میتونی بهشون بگی خداوند بهت میگه بیافشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل مر مکن، بازا در این خانه دغل باب کن وا کردنش با من. به من کو حاجت خود را اجابت می کنم آنی، به من کو حاجت خود را اجابت می کنم آنی. این خبر خوشیه که میتونی به دونه دونه دوست و رفیق و فامیل بگی که خداوند صداتو میشنوه و بهت میگه چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه رو بنویس امضا کردنش با من. در خداوند، در برکت خداوند، در فیض خداوند باز به روی همه. توبه نامه رو بنویس، توبه کن با تمامی قلبت و خداوند اون امضای زیباش رو پاش میذاره. ولی یه چیز لازمه، اینه که قلبت رو باز کنی. همونطور که مشت بسته نمیتونه هیچ هدیه‌ای رو دریافت کنه، پس مطمئن باش اندیشه بسته نیست نمیتونه هیچ درسی رو بیاموزه، نمیتونه دریافت کنه فیضی رو که از خداونده. ولی اگه دریافتش کردی مطمئن باش که توی برکتی، توی قوتی. مطمئن باش عزیز دلم، مطمئن باش خواهرم، برادرم، مطمئن باش که در سختی ها خداوند با تو هستش. عزیزانم، به ظاهر بیایم نگاه نکنیم، حتی توی انتخابامون، حتی برای زندگی اگه میخوایم شریکی رو انتخاب کنیم، برای هر چیزی ظاهر پسند نباشیم. چهره زیبا چشمها رو تسخیر میکنه، ولی شخصیت زیبا قلبها رو تسخیر میکنه. و بدونیم که ماندن در چشم به یک پلک بنده، ولی در دل یک عمر. پس بیایم شخصیتهای همدیگر رو ببینیم، همدیگر رو بسازیم. بیایم اگه نمیتونیم مداد باشیم تا خوشبختی رو برای کسی رسم کنیم، حداقل میتونیم پاک کن باشیم تا قماش رو پاک کنیم. زندگی کوتاه، لذت ببرید. عشق کمیابه، از دستش ندین. خشم بده، رهاش کنین. ترس قاتل ذهنتونه، بیاین شکستش بدین. و خاطرات شیرینن، بیایم قدرشون رو بدونیم و حفظشون کنیم. اگه خوشبختی یک برگه، من درختی رو برایتون آرزو میکنم. اگه امید یک قطره است، من دریا رو براتون آرزو میکنم. و اگه دوست سرمایه است، من خدا رو براتون آرزو میکنم که داشتنش بزرگترین سرمایه زندگیتون خواهد بود. اون موقع است حتی اگه دلشکسته ای و بیننده این برنامه، میتونی به خداوند بگی خداوندا دل بشکسته ام را نزد تو آرم، که با خونا به قلبت مرهمش سازی. به دستت میدهم طوفان زده افسار فکرم را، که آرامی دهی با قدرتت این موج و این دریا را. که میدونیم عیسی مسیح حتی بر دریاها نیز نهیب زد و آروم کرد. با
اقتدار نام او ما نیز میتونیم به این موجهای سهمگینی که به سمت ما میاد، به این طوفانهایی که توی زندگیمون پیش بیاد نهیب بدیم که در نام عیسی مسیح دور شه. اون موقع مطمئن باشیم که نتیجه این میشه. و مطمئن باش هر شب میتونی به خداوند اینو بگی: شبانگاهان به شادی سر به بالینم گذارم، چون عیسی شاه شاهان باشه یارم. او که نزدیکتر از جان هست برایم، نگهبان و نگهدار من است در روزهایم. به دستانش دهم در زندگیم هر چیز پیش آید، و دانم خیریت باشه برام هرچه بخواهد. تمام لحظه هام پر ز حضورش، برام تسکین درد شفا بخش وجودش. تمام قدرت و شادیم ز عیساست، برام عشق وفاست برعکس دنیاست. تو لحظه رنگ نمی بازه خداوند، تو لحظه رنگ نمی بازه خداوند. نمیشه همچو شیطان رنگ و وارنگ. بیا بشکست دل تو نزد عیسی، بیا بی مرهم زخمت تو اینجا. تمام خوبی و مهر و محبت ز او بینی فقط، اوست شاه رحمت. عزیزان فکر میکنم الان یه سرود ببینیم، بعدش دوباره در خدمتتون هستم با اشعار و یا نثرهای زیبایی که دارم و میخوام به حضورتون تقدیم کنم. صلیبم با پیش آن که می بخشد.
روز سازد عشق بنوازد، کل خلقت خواهند رقصید. زبانت اگر شیرین باشد، همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد. پس عشق را بنواز، با زبانت بخند بخوان و با قلبت پذیرا باش. میدونی چرا؟ چی میشه؟ برای چه اتفاقی میافته توی زندگیت وقتی با تمام قلبت اون چیزی رو که به زبون میاری خودت باور داشته باشی؟ اون موقع است که میای استفاده میکنی از این صدا. برای چی؟ از صدایتان برای فریاد مهربانی، از گوشتان برای غمخواری، از دستتان برای نیکوکاری، از ذهنتان برای راستی و از قلبتان برای عشق استفاده کنید. این هست راز زندگی آرام. امروز را در کنار خدا قدم بردار و فردا را به او بسپار. اگر این طور کنی، آن وقت خواهی گفت به خداوند: به حضورت میام با شادمانی، چون استادم تویی در زندگانی. به من درس محبت داده ای تو، ز عشقت فیض و رحمت داده ای تو. یگانه تکیگاه من تویی تو، به درد و مشکلاتم چاره ای تو. تو هستی نور و آب زندگانی، تو هستی ابتدا و انتها و جاودانی. برکت و شفا و معجزات هم به نام پرتوانت خورده پیوند. وجودت عشق و امید هست و شادی، نوید هستی شاهراه آزادی. چقدر خوبه که دائم با منی تو، که تو روح و که تو خون و تنی تو. نثار خاک پاهات باشه جونم، تو این دنیا بدون تو نتونم. واقعا بدون خداوند تو این دنیا امکان پذیر نیست. مطمئن باشید بدون خداوند غرق میشیم. مطمئن باشید. تو الان شده از خودتون بپرسین قیمت یه روز چقدره؟ یه روز زندگی؟ ما که همه چی رو میایم با پول میسنجیم، حتی هدیه هامونم با پول میسنجیم. تا حالا شده از خدا بپرسیم قیمت یه دست چنده؟ یه چشم بی عیب چقدر میارزه؟ چقدر باید بابت انسان بودنمون پرداخت بکنیم؟ قیمت یک سلامتی چقدره؟ و خیلی سوالهای مثل این. ما همه چیزو مجانی داریم ولی شاکر نیستیم. پس بیایم خداوند رو برای تمام نعماتش شکر کنیم و سپاس بگیم، چون همه چیز رو از او داریم. چون اگه این کارو نکنیم، مطمئن باشین دیروزها رو گشتیم به دنبال امروزها، امروزها رو میگردیم به دنبال فرداها، ولی همه اون چرا که باید ببینیم همین امروزه، همین ساعته، همین دقیقه است و همین ثانیه هاست. کهنسالی میگفت یک سال من و سلامتی دنبال پول بودیم، الان دیگه من و پول دنبال سلامتی میگردیم. پس بیایم به روز زندگی کنیم. گذشته ها رو فقط از خوبی هاش نگه داریم به عنوان خاطرات و رهاش کنیم. به امید آینده بخوایم همش تو آینده زندگی کنیم، مطمئن باشین انزایتی میگیریم. اگه مطمئن تو گذشته باشیم، همش افسرده هستیم. پس بیایم تو حال زندگی کنیم و مطمئن باشید که زندگی همین لحظه است. شادی ها همین لحظه است. سخنان پسندیده مثل شان عسل میمونه، برای جان شیرین و برای استخوان ها شفا دهنده است. این کلام خدا امثال 16:24 تقدیم به شما. که شاد باشید و باز هم میگم شاد باشید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.